سال 79 توی دانشگاه تهران یه سلسله کلاس داشتیم موسیقی پست مدرن میگفتیم. موقع فیلم دیوالو پخش میکردیم و موسیقی پست مدرن رو میرفتیم. حجم عظیمی توی سالن، بعد مجبور بودن بیرون تلویزیون مدار بسته بذارن که افراد بیرون مینشستن. ببینید این موسیقی شنیده میشد و جوان ما میدید، ولی ما فکر میکردیم اگر تو فضای رسمی مطرح کنیم تبعات داریم. ببینید واقعیتش اینه، بالاخره آیا فارسیمون داره پخش میشه یا نه؟ آیا ما میگیم جنگ نرم؟ اون روزی که جنگ سخت بود، صدام به ما حمله کرده بود، آیا مینشستیم تو برنامه رسمی اون بگیم آقا جنگ سخت اومده تا خرمشهر رو گرفته باید چگونه مواجهه صورت بدیم؟ تبلیغ صدام میشد، تبلیغ تانک T-72 هواپیمای میگ 25 و مثلا ناوچه اوزا میشد. نه آقا، جنگ دشمن تا جای ماده گرفته، شما باید آمادگی داشته باشید، تبیین وضعیت کنید، برید پس بگیرید. ضمن این که بعد جامعه رو واکسینه کرد، ما که ترسی نداریم. اسلام وقتی به ایران آمد، ما از جوهره فارسی و ایرانی خودمون بهش ترشح کردیم. امروز اسلامی که از جمهوری اسلامی در دنیا ندا داده میشه، اسلام اصلی است، نه اسلام در واقع سلفی عربستان. خب این ظرفیت فرهنگی ماست. مغولا وقتی آمدن به اینجا حمله کردن، ما مغولا رو مسلمان کردیم. یه آدمی مثل خواجه نصیر رو گذاشتیم به عنوان نخست وزیرش، اینا رو مسلمان کردیم. گورکانیان سالها توی هند حکومت میکردن، مسلمان بودن. حرف اصلی که دارم اینه، اگر ما آمدیم به اصطلاح ندیده گرفتیم، بنیانهای جوان ما، نوجوان ما توی دبیرستان و دانشگاه خورد، این الغایی که داره صورت میگیره با کمال تأسف باورهای دینی نسلهای بعدو داره میزنه. یعنی ما برای به اصطلاح واکسینه کردن جامعه باید اینجا بیاندیشیم که چه باید کرد. اینجا فضا فضایی است که در واقع قضیه رو باید جدی گرفت. ما قبلا به این موضوع پرداختیم، اما متاسفانه امروز احساس میکنیم خجالت میکشیم که بیایم جامعه رو واکسینه کنیم. انگار بیایم به مردم بگیم مردم آنفولانزای نوع A اومده، ما خجالت میکشیم به شما بگیم. من همیشه اینو میگم به دوستان دانشجو، میگم فرض کنید یه پاتولوژیست، ما یه انسان شریف، میشینه مدفوع ادرار مردم رو در طول 30 سال کارش آنالیز میکنه ببینه بیمارش چیه. ما چطور نباید محصولات فرهنگی رو آنالیز کنیم و واهمه داشته باشیم؟ پاتولوژیست های فرهنگی و اخلاقی ما کجا هن؟ اگر ما الان تدبیری نیندیشیم، گفتم نترسیم، ببینید اصلا جای ترس نداره، ما برآورد داریم، الان میدونیم که وضعیت دیگه چه خبره، شات انداختیم به قول قباسا، عمق قضیه رو میدونیم چیست. اعلام میکنم که این یه تب زود گذره، اما ما باید در قبال مردممون و جوانامون به خصوص نسل بعد و خانواده ها مسئولی باید واکسینه کنیم. راه واکسینه کردنش رو باید اشاره کنیم. پس این نکات باید باش مواجه طبیعی صورت داد. باید اختزاعات نسل امروز رو شناخت، خانواده ها رو باید واکسینه کرد. ما اگر آمدیم اسم فارسیوان رو گفتیم، انگار اسم صدام رو گفتیم، این آقای راپرت مرداک رو گفتیم، انگار اسم مثلا عبدالجبار شنشل و عدنان خیرالله رو گفتیم. از دشمنمون داریم یاد میکنیم، دشمن هم وظیفش دشمنیه. یه روزی اومدن حرفای روشنفکری مطرح کردن، آقای پوپر و هایدگر و چوچه بود، بعد جوابشون رو میدادیم، اونا گنده نمیشدن. یه روز عروسک باربی و جنبش نمیدونم شیطان پرستی بود، یه روزی یه چیز، امروز هم مقوله این هاست. در جنگ نرم که مسئله تصرف قلب‌ها و مغز هاست، باید ما مقوله تصرف مغز که تصرف ذهن که میشه ایجاد زنای ذهنی و نابودی حیا از فضای ذهنی رو واکسینه کنیم. مجله نیو پرسپکتیو چند ماه گذشته مصاحبه با بودریار صورت داده، مجله آمریکایی، فیلسوف فرانسوی بودریار گفته که عنوان مقاله اینه: آمریکا بعد از اوتوپیا، بعد از اون مدینه فاضلش. گفته تنها ما فرهنگ رو تو اروپا تولید کردیم، دادیم آمریکا، آمریکا تبدیلش کرد به یه اوتوپیا، مدینه فاضله، به هر کجا زدیم اونجا رو پودر کرد. تنها جایی که داره مقاومت میکنه، و این اسم ویروس آورده، جالبه، ویروس ما نتوانست اونجا رو متلاشی کنه، فقط حوزه اسلام و حوزه آیت الله خمینی، یعنی نگفته اسلام های دیگه. و میگه این واکنش خشونت آمیزی که جهان اسلام علیه ما تو قالب تروریسم داره انجام میده، این واکنش به اینه که ویروس ما تو اونا اثر نکرده. ببینید اینه که من خوشبینم. ما بالاخره از این دوره و از این گذر، از این مرحله عبور میکنیم. به قول قدیمی هم روسیهش میمونه به زغال. اونایی که از این موارد به جای اینکه به عنوان سرگرمی استفاده کنن، ایمیج ها و تصاویر تو ذهنشون نشست که باورهاشون تغییر کرد و خودشون رو نابود کردن. اینه که من فکر میکنم شما به این مباحث از دید علمای اخلاق، روانشناسان و کارشناسان فرهنگی استفاده کنید، منوتش نکنید. به صورت جدی رسانه ملی باید برای واکسینه کردن مردم، آگاه کردن مردم وارد عرصه بشه تا بتونه ان شاء الله این مسئله رو بنشست. خیلی متشکرم. موفق باشید.